تلفن شما رو اینا چجوری دارن؟ خب کسایی که میشناختم خوب هستن تلفنمو بهشون دادم، تلفن منزلمو نه، تلفن موبایلمو. درآمدتون چجوریه؟ خرج زندگیتون رو میتونین در بیارین؟ من الان حدود یک ماه خورده‌ای اصلا کار نکردم، خیلی با ذلت و بدبختی، یعنی چون نمیخوام اصلا، دوست ندارم، ولی خب الان میبینم خب صابخونه میاد جلوی در خونه، مجبورم این کارو بکنم. یا برقرار مثلا خب به هر حال که سرم چیزی میخواد باید این کارو بکنم، یعنی از جای دیگه به ما نمیدن که ما بخوام دنبال کار خلاف نریم. کمیته امدادم که فایده ای نداره، هیچی به ما نمیدن، ما یه 7 تومن اصلا چیزی نمیشه. الان گوشت قرمز در ایران یک کیلوش 3300-400 تومنه، چجوری میخواییم برقرار مثلا خودمون رو تامین کنیم؟ فکر نکردین که ازدواج بکنین شاید از این وضعیت راحت بشین؟ البته با یه آدم مناسب. ازدواج آخه اینجا الان طلاق درصدش خیلی بالاست، خیلی زیاد طلاق بالاست. یعنی حساب کنید من یه دادگاهی رفته بودم برای طلاقم، شما باور نمی کنید زن 7 ساله اومده طلاق بگیره، 20 ساله، 19 ساله، 15 ساله. یعنی شما حساب کن توی یه دونه شعبه یک روزی که من اونجا بودم 7 طلاق صادر شد. خیلی وضعیت اقتصادی خیلی خرابه. من اینو برای شما بگم، اینجا زنهای شوهر دارم دنبال این مسائل میرن، یعنی زنی هست که شوهر داره ولی میره دنبال این مسائل، چون اینقدر حقوق نمیدن به مردشون که بتونن مثلا مثل زندگیشون رو تأمین کنن. هست مثلا طرف 100,000 تومان حقوق میگیره، ولی چی؟ باید 100,000 تومان کرایه خونه بده، هر جز من و بچهش میمونه. یعنی شوهراشون هم میدونن؟ نه نمیدونن، نمیدونن. و خیلی هم هستن که میدونن، واقعا خیلی هم هستن که خب من باز یه نفر دیگرم همینجوری از بچه ها شنیدم که میگن شوهرش اعتیاد به مواد مخدر داره، اصلا خودش مشتری میبره تو خونه برای زنش. خیلی عذر میخوام، میگن وقتی که میکشه نشه میشه، خود زنم میکشه نشه میشه. یعنی اینو من با این دوتا چشم خودم دیدم، یعنی من دره جون شما توف کردم تو صورت اون مرد، اصلا خودها را خودم چجوری بخوره به خاطر این کثافت ها. خدا شده بچه های سپاه تو اون خونه بودن، یعنی من با چش خودم دیدم، دم زنه نشه، شوهرش نشه، سر زنه رو زانوی شوهرش بود داشتن باهاش حال میکردن، که من واقعا اونجا توف دادم تو صورت شوهرش، گفتم خیلی بیغیرتی. یعنی منی که توی این کار فعلا رفتم شرافتم از تو بهتره. خودشون ترسیده بودن، همون بچه های سپاه ترسیده بودن، گفتم نه من با شما کاری ندارم، باشدیم اومدیم بیرون. یه همچین چیزایی خیلی زیاده خانم تو ایران. اصلا شما فکر نکن این ایران ایرانیه که چندین سال پیش شما اینجا بودین. دیگه شما راجع به وضعیت بقیه چی میدونین؟ بقیه که باید اینجا خیلی هستن که به قول معروف توی تارکا میخوابن، یعنی به قول معروف جا و مکانی چیزی ندارن، یعنی کنار تارکا میخوابن. یا مثلا دخترایی هستن که واقعا خونه فرار میکنن، میان خب پرده هاشون رو اینجا بر میدارن و بدنم خب کاسب میشن دیگه، کاسب میشن که خب اون ارزش و بهایی که به ما میدن به اونا نمیدن، چون خب به هر حال ما برای خودمون خونه داریم، مثلا جا داریم، میشناسن، ولی اونا رو نه. اونا چون مثلا خب جای خوابشون توی پارکه یا به قول معروف خیابونگردیه، خب به اونا پول زیادی نمیدن، فقط به خاطر اینکه مثلا مجبور بشن شب یه جا گرم باشه بخوابن، مثلا حاضرن به 2 نفر به 3 نفر مثلا مسئله سیکس داشته باشن. معمولا این دخترایی که از اجبار به این کار رو میارن از چند سالگی این کار رو شروع میکنن؟ من اون دختر داریم از 10 سالگی شروع میکنه، یعنی 10 سالشه. شما حساب کنید من خودم داخل ماشینی بودم حدود 5 ماه پیش که دختره 14-15 سالش بود. من حال روم نمیشه خیلی صحبت داره با شما بکنم. من توی این موندم که چرا وقتی که اینا میشینن میگن در فرض مثال توی خارج فحشا زیاده، ولی خب اونجا یه کشوریه که به حال معروف آزادیه، توش جمهوری نیست، توش به حال معروف دم از قرآن و نمیدونم پیغمبر و اینا نمیزنن، اونجا یه کشور آزاده، نه اینجا. به نظر من کلن کسایی که اونجا هستن به نظر من خیلی بهتر از کسایی هستن که توی ایران دارن حکومت میکنن. شما تحصیلاتتون چقدره؟ من دیپلمم ولی خیلی میفهمم و ای کاش انقدر نمیفهمیدم، همیشه همینه میگم.
میگم ای کاش تو زندگیم حداقل هیچی رو نمیفهمیدم. اگر آدم نفهمه خیلی از مسائلم نمیبینه و نمیفهمه و عذاب نمیکشه. من خودم ناراحتی اعصاب گرفتم، یعنی روحیم خرابه، الان تحت درمان پزشکم. نمیدونم کی میخواد این وضعیت تموم بشه، خدا میدونه. اگر به من یه کاری بدن که ماهی 150,000 تومان حقوق داشته باشم، من شرافتا دنبال این مسائل نمیرم. ولی نمیدن. 30,000 تومان میخوان به آدم حقوق بدن، بعدنم یه ران صبح با آدم حال کنن، یه ران زور، یه ران هم شب. خب چه فرقی داره؟ خب اون آدم میره بیرون کار میکنه دیگه. یعنی من اینو میتونم با جرأت بگم که زنای ایرانی فقط به خاطر امورات روزانشون میرن دنبال این کار، به خاطر بدبختیش میره دنبال این کار، به خاطر اینکه توی اجتماع کسی نیست ازش دفاع بکنه. حتی خودشون میان از اونها سوء استفاده میکنن. فقط همین، از این بابت خوشحال هستم که من خودم دنبال مواد مخدر نرفتم، ولی جوانایی هستن، دخترایی هستن که 14 ساله دنبال مواد مخدر میرن و مجبور میشن که خودشونو خیلی مفت بفروشن. ولی من حداقل اینو خدا رو شکر میکنم که، ولی خب بازم من اینو میگم که برای ایرانی اگر بتونن اون طرف برای ما کاری انجام بدن خیلی عالی میشه. واقعا به هموطنهای خودشون کمک میکنن، کسایی که این خودشونن، اونا هم زنن، این خودشون زنن، هیچ فرقی نداره. ولی خب اونا توی کشور خوب زندگی میکنن، ما توی کشوری که هیچیش رو اصول و برنامه نیست، ما همه اون تو پت مخمسه افتادیم که نمیتونیم هیچ کاری هم بکنیم، چون ما همه همون ایرانی هستیم. ولی خب اینا اومدن ایران ما رو خراب کردن. نه حامی داریم، نه به همون کمک میکنن، نه هیچی. فقط اگر واقعا زنه ایرانی اون طرف میتونن برای ما کاری بکنن، حتما این کار کنن. میتونن، یعنی شما واقعا میتونین این وضعیت رو تموم بکنید توی ایران. ما هممون دست خود شما رو بوس میکنیم، چون واقعا اینجا خیلی ما بدبختی میکشیم، خیلی زیاد. چیزی به همون نمیدن که بخواییم دنبال خلاص نریم. من شما هم ناراحت کردم، ازتونم عذر میخوام اگر ناراحتتون کردم. نه خواهش میکنم، مطمئن باشین که فقط من و شما ناراحت نیستیم، همه از این بابت ناراحت میشن. خواهش میکنم.